سرخط خبرها. پایان مرحله اول سفر حسن روحانی به اروپا برای حفظ برجام. اینجا در برن تهدید روحانی اگر ایران نتواند نفت بفروشد هیچ کس در منطقه نفت نخواهد فروخت. بازداشت نماینده ژنرال دوستوم در فاریاب. ائتلاف نجات افغانستان هشدار داده اگر قیصاری آزاد نشود انتخابات را تحریم می‌کند. همچنان به دنبال راهی برای بیرون آوردن پسر بچه‌های تایلندی از غار. ریزش باران شدید ممکن است سطح آب را باز هم بالا بیاورد. و دختر ایرانی با سفر با موتورسیکلت به دور دنیا به آرزویش رسید. سلام بر شما، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری امروز در تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین روز سفرش به سوئیس گفت غیر قابل تصور است که روزی همه صادرکنندگان نفت به صادراتشان ادامه بدهند و ایران نتواند نفت صادر کند. خبرنگاران سخنان آقای روحانی را تهدیدی به بستن تنگه هرمز تعبیر کردند. رئیس جمهوری ایران امروز در ادامه سفرش به اروپا عازم وین است، شهری که میزبان آخرین دور مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق بود. خبرنگار ارشد ما کسرا ناجی هم در کنفرانس خبری حسن روحانی حضور داشته. کسرا، ارزیابیت از میزان موفقیت سفر حسن روحانی تا اینجای کار چیه؟ رانا، به نظر میرسه که سفر آقای روحانی به سوئیس طبق برنامه پیش رفته، آنطوری که انتظار میرفت پیش رفت، شاید هم حتی یه ذره بهتر از آنچه که انتظار میرفت. فرش قرمز سوئیسی ها برای ایران بسیار خوشایند بود، یک پیامی داشت به آمریکا که اروپا میخواد که ایران رو خارج از انزوا نگه داره، برخلاف آن چیزی که آمریکا میخواد. آقای روحانی و هیئت همراه قراره که بعد از ظهر همونجوری گفتن به اتریش برن. هنوز در این هتل 5 ستاره بلویو در برن هستند. بعد از ظهر یکی دو ساعت دیگه میرن. آقای روحانی دیروز صحبتی داشت با ایرانیان مقیم سوئیس. اونجا هم تهدید کرد که اگر ایران نفت نفروشه کسی نفت نخواهد فروخت. امروز در برن پایتخت سوئیس امضای دو بیانیه و یک توافقنامه برای همکاری ها در زمینه های بهداشتی، علمی و حمل و نقل جاده‌ای. بیانیه ها و توافقی که بعید است آینده ایران را دگرگون کند. اما صرف حضور آقای روحانی در سوئیس خودش پیامی دارد به جهانیان که اروپا همچنان با تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن ایران مخالف است. این پاسخ رئیس جمهوری سوئیس به انتقاد بعضی از مقام‌های آمریکایی از سفر آقای روحانی به سوئیس. من معتقدم که سوئیس نقش واقعی خودش رو ایفا میکنه با پذیرفتن همه کسانی که در صحنه بین‌المللی حضور دارند و تردیدی نیست که ایران هم در صحنه بین‌المللی نقش مهمی دارد. امروز اینجا حفظ برجام تکیه کلام دو طرف بود. سوئیس تاکید کرده که میزبان بخش‌های مهمی از مذاکرات هسته‌ای بوده و همچنان به آن وفادار است. رئیس جمهوری ایران نگران از آینده تهدید کرد که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، دیگران هم در منطقه نخواهند توانست نفت بفروشند. تهدیدی ضمنی به بستن تنگه هرمز اگر کار به آنجا بکشد. از نظر من این که فرض بگیریم در یک روزی همه کشورهای تولید کننده نفت صادر خواهند کرد نفت اضافه خودشون رو و ایران تنها کشوری است که نمیتونه نفت رو صادر بکنه، این تصور یک تصور نادرست و نابخردانه است. دیروز آقای روحانی برای بعضی از ایرانیان مقیم سوئیس هم سخنرانی کرد. از ایرانیان برای خونسا کردن توطئه‌های آمریکا به قول او کمک خواست. ایران برای بیرون رفتن از بحرانی عمیق که با آن روبروست چشم به اروپا دوخته است. اگر اروپا بتواند کاری کند.
آقای روحانی قراره که امروز غروب و فردا در اتریش باشه، اما هیئت همراهش آقای ظریف وزیر خارجه قراره که در اتریش بمونه، برای اینکه اعلام شده که وزیران خارجه کشورهای چهار به اضافه یک، حالا کسانی که پنج به اضافه یک بودن حالا با رفتن آمریکا چهار به اضافه یک شدن، و وزیران خارجه این کشورها و آقای ظریف در چارچوب کمیته برجام در واقع در اتریش جلسه خواهند داشت، جلسه ای برای اینکه ببینن چگونه میشه برجام رو زنده نگه داشت. متشکرم کسرا ناجی همکارم از برن سوئیس با ما. و هم همونطور که کسرا هم اشاره کرد، حسن روحانی در راه اتریش خواهد بود تا ساعتی دیگر. اتریش در آستانه این سفر آقای روحانی از ایران خواسته تا مسئولیت دیپلمات ایرانی را که در ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق دستگیر شده لغو کند. این دیپلمات که با نام اسدالله الف معرفی شده در سفارت ایران در وین کار می‌کند و شنبه 9 تیر در آلمان دستگیر شده. وزارت خارجه اتریش میگوید به ایران اطلاع داده که این دیپلمات به دلیل حکم جلب صادر شده در اروپا ظرف 48 ساعت از حقوق دیپلماتیکش محروم می‌شود. هنوز خبری از واکنش ایران به درخواست اتریش منتشر نشده. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران در نامه ای به رئیس شورای نگهبان از او خواسته در تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF همکاری کند. آقای روحانی خواسته سه لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده در شورای نگهبان هم تایید شود و زمینه برای تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم مهیا شود. این لایحه در مجلس 2 ماه به تعویق افتاد و رهبر ایران هم تصویب آن را صلاح ندانست. تاریخ نامه‌ای که خبرگزاری فارس میگوید یک نماینده مجلس آن را منتشر کرده مشخص نیست. مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس خبر سرقت 20 خودروی نمایندگان را تکذیب کرده. مهدی کیانی گفته نمایندگانی که خودروی دولتی با برچسب و هولوگرام دارند باید در مورد پارک کردن آنها در کنار خیابان با کمترین ملاحظات امنیتی پاسخگو باشند. دیروز یکی از خبرگزاری‌های ایران در گزارش اختصاصی گفته بود 20 خودروی نمایندگان مجلس ایران در یک سال گذشته به سرقت رفته. 12 عضو یک تیم فوتبال و مربیشان که در تایلند ناپدید شده بودند بعد از 10 روز در یک غار زنده پیدا شدند، ولی عملیات نجاتشان چندان ساده نیست. مراحل نجات آنها ممکن است 4 ماه طول بکشد و در این زمان بارانهای موسمی شدید در شمال تایلند جانشان را تهدید می‌کند. جزئیات بیشتر از این عملیات نجات در گزارش آناهیتا شمس. پدر مادرهایی که بعد از 10 روز خبر زنده بودن فرزندانشان را شنیدند، اما تا دیدار با فرزندانشان راه دراز و خطرناکی در پیش است. این 12 عضو تیم فوتبال و مربیشان در یکی از بزرگترین غارهای تایلند در شمال این کشور گیر افتادند. 10 روز پیش پس از ورود آنها به غار، سیل ناشی از بارانهای موسمی راه خروج آنها را بست. غواصان بریتانیایی و ارتش تایلند دیروز آنها را پیدا کردند. همه زنده هستند و به نظر در شرایط جسمی نشاندان بد. یکی از پسرها میگوید گرسنه هستند. حالا عملیات نجات آنها در فصل بارانهای موسمی در این منطقه کاری است پیچیده و ممکن است چند ماه طول بکشد. امدادگران نگران هستند که سطح آب در غار بالا رود و جایی را پر کند که این بچه ها پناه گرفتند. مقام های ارتش تایلند اعلام کردند که می خواهند مطمئن باشند مراحل نجات کاملا امن است. این پسر بچه هایی که بین 11 تا 16 سال سن دارند و مربیشان باید شیرجه زدن و شنای زیر آب را یاد بگیرند تا بتوانند از دهانه های غار عبور کنند، یا مجبور هستند 4 ماه در غار بمانند تا فصل بارانهای موسمی تمام شود و سطح آب در غار پایین رود. گروه نجات قرار است ماسک هایی برای بچه ها تهیه کند که تمام صورتشان را می پوشاند و قرار است روش استفاده از این ماسک ها را به بچه ها نشان دهند. پمپ های قوی در حال تخلیه 10,000 لیتر آب در ساعت از این غار هستند که در ساعت 1 سانت از سطح آب در غار را کم می کند. اما بارش بی امان باران تخلیه آب از غار را بسیار دشوار می کند.
نیروی ارتش تایلند گفته برنامه‌هایی برای نصب یک خط تلفن دارد تا پسران بتوانند با خانواده‌های خود صحبت کنند. مرحله اول اما فرستادن مواد غذایی و لوازم کمک‌های اولیه به آنهاست. گیر افتادن این فوتبالیستا و مربیشان توجه کل تایلند و رسانه‌های مختلف را به خود جلب کرده و سیلی از نیروهای امدادگر را به این منطقه کشانده است. آنایتا شمس، بی بی سی. هزاران نفر در شماری از ولایت‌های شمالی افغانستان به بازداشت یک فرمانده ارشد ژنرال عبدالرشید دوستو، معاون اول ریاست جمهوری، اعتراض کردند. نیروهای ویژه ارتش دیروز نظام الدین قیصاری را در ولایت فاریاب بازداشت کردند. ژنرال دوستو درباره عواقب این بازداشت هشدار داده و خواستار آزادی فوری آقای قیصاری شده. خبرنگار ما تاج‌الدین سروش در کابل می‌گوید این بازداشت روابط از پیش پرتنش آقای دوستو با رئیس جمهوری را بدتر می‌کند. گرفتاری نظام الدین قیصاری، فرمانده قدرتمند ازبک در ولایت شمالی فاریاب، هواداران او را خشمگین کردند. معترضان بازداشت این نزدیکترین فرمانده به ژنرال دوستم را یک توطئه سیاسی خوانده و یک صدا آزادی فوری او را شعار می‌دهند. دولت با زودترین فرصت نظام قماندان را رها کنه. اگر رها نکنه ما آرام نمیشیم. تو که خون در رگ ماست ما می جنگیم. ما زن هستیم، مردانوار می جنگیم. فرمانده قیصاری در کنار فرماندهی پلیس قیصار، رهبری نیروهای خیزش مردمی در این ولایت را هم دارد. او بارها در نشستهایش فرماندهان و مقامهای ارشد حکومت را به سهلنگاری در مبارزه با طالبان متهم کرده. امروز مردم قومای جمعه بازار، مردم شهر میمنه پیش متقلم فصل آمده بود. گپ مردم، پلان مردم این است اگر حکومت مرکزی قوای شمالات درست نکنه، منطقه را پس نگیره، منطقه که دست رفته است و پس نگیره، اینا قیام بله میکنن. این تو حکومت ما با کار نیست، این تو حکومت ما نمیخوایم. آقای قیصاری دیروز در جریان یک جلسه فرماندهی در فاریاب بازداشت شد. سپاه 209 ارتش در شمال او را متهم به اهانت به رهبری حکومت کرده و علت بازداشت او را هم رفتار فراقانونیش دانسته. اتهامی که دفتر آقای دوستم رد می کند. حرکت دولت در مقابل یکی از قماندانان برجسته خیزش‌های مردمی که جنگ در فاریاب را مدیریت می کند، بدون هیچ نوع دلیلی، بدون هیچ نوع سندی، در بهانه یک نشست امنیتی هماهنگی او را فرا می‌خوانند و او را انتقال می‌دهند به کابل. آقای قیصاری به کابل منتقل شده. به نظر می‌رسد بازداشت او شگاف موجود بین اشرف غنی و معاون اولش را بیشتر کند. ژنرال دوستم گرفتاری نماینده نظامیش را دسیسه خوانده و درباره بدتر شدن وضعیت در شمال کشور هشدار داده. تاج‌الدین سروش، بی بی سی، کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین روز سفرش به سوئیس گفت غیر قابل تصور است که روزی همه صادرکنندگان نفت به صادراتشان ادامه بدهند و ایران نتواند نفت صادر کند. هزاران نفر در شماری از ولایت‌های شمال افغانستان به بازداشت نظام‌الدین قیصاری، یکی از ژنرال‌های عبدالرشید دوستو، معاون اول ریاست جمهوری، اعتراض کردند. در ادامه برنامه، رئیس جمهوری جدید مکزیکو و امیدی تازه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر. با گذاری یک معدن در منطقه موته نزدیک اصفهان به حوزه علمیه این شهر، اعتراض‌هایی را به دنبال داشته. هنوز حوزه علمیه اصفهان توضیح نداده چرا می‌خواهد در یک پناهگاه حیات وحش ویژه آهوها معدن راه اندازی کند. بعضی فعالان محیط زیست می‌گویند مجوزهای این پروژه از راه‌های غیرقانونی کسب شده. گزارش شده مقام‌های اصفهان به مطبوعات محلی توصیه کرده‌اند که در این باره سکوت کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
چه چیزی فعالان مدنی و حامیان محیط زیست را در کنار شهرداری و شورای شهر اصفهان گرد هم آورده تا یک زنجیره انسانی تشکیل دهند؟ اینجا پناهگاه حیات وحش موته است، یک زیستگاه شکننده برای آهوی ایرانی و دیگر گونه های جانوری و گیاهی کمیاب. اما حالا حوزه علمیه اصفهان چشم بهره برداری معدنی از این منطقه حفاظت شده دوخته، آن هم با کمک مسئولان صنایع و معادن و از طریق شیوه هایی که قانونی بودن آن زیر سوال رفته. این صورت جلسه است که راه اندازی معدن تراورتن در موته را کلید زد. پیرو درخواست سنوات قبل حوزه علمیه اصفهان درباره واگذاری معدن تراورتن میمه، کمیسیون مادی 24 تشکیل گردید و مصوب گردید با اخذ نظر استاندار محترم اصفهان واگذاری صورت پذیرد. اما به تاریخ نامه دقت کنید. تاریخ سال 95 است و محسن مهرعلی‌زاده که گفته شده با راه اندازی معدن موافقت کرده، اصلا سال 95 استاندار نبود. چرا محسن مهرعلی‌زاده امضای خود را پای این صورت جلسه گذاشته؟ شاید رابطه خوب او با آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان که می‌خواهد وارد کار تولید و فروش تراورتن شود یک دلیل موافقتش بوده. یکی از معادن ارزشمند کشورمون معدن طلای موته است که در شاید همانجا که پای منافع اقتصادی در میان باشد، مثل راه اندازی چندین معدن سنگ و طلا در موته، حفظ محیط زیست اولویت ندارد و حتی برای این معادن در تلویزیون محلی اصفهان تبلیغ هم می شود. این نخستین رگه شناسایی شده یه طلا هستش. به جز این رگه چیزی حدود 6 رگه دیگه هم در امتداد همین فضا قرار گرفتن. این رگه ها فضای حدود 10 کیلومتر از منطقه موته اصفهان را شامل می شن. آنچه تلویزیون اصفهان نشان نداد طبیعتی است که در اطراف تپه های معدنی سالهاست به عنوان منطقه حفاظت شده پناهگاه منابع طبیعی حیات وحش ایران بوده. محیطبانان موته این روزها دلچرکین هستند. همه از مأمور و از رئیس همه زحمت کشیدن سلار نیست اینجا را بیفته. اگر را بیفته تخریب و منطقه از بین میره. واقعا از بین میره. پناهگاه حیات وحش موته نزدیک به 205 هزار هکتار وسعت دارد و شامل بخشای از استان اصفهان و مرکزی می شود. حتی پیش از این نیز جاده‌ای که از گلپایگان به دل پناهگاه موته کشیده شد، زمینه آسیب‌های جدی را به این زیستگاه وارد کرد. گونه‌های جانوری فراوانی به علت برخورد با این خودروهایی که از جاده عبور می‌کردند، تلف شدند. قرار است جاده گلپایگان به موته حالا چهار بانده شود. زمینه هموار برای فعالیت‌های بیشتر معدنی و هم برای شکارچیان غیر مجاز. تنوع جانوری در زیستگاه موته یک بار توسط مسئولان محیط زیست و محیطبانان منطقه سرشماری شده. آنها به نقاط مختلف این زیستگاه رفتند و نتایج سرشماری آنها نشان داد که این منطقه علاوه بر برخورداری از ده ها گونه مهره‌دار و خزنده و پرنده، پستاندارهای کمیابی را در خود جای داده. از قبیل آهوی ایرانی، قوچ، پلنگ، گربه شنی، گربه پالاس، روباه، کفتار و خرگوش تا یک اکوسیستم ناب خلق کند که هم اصفهانی ها به آن ببالند، هم کلیه دوستداران محیط زیست ایران. فعلا مخالفت های جامعه مدنی و مسئولان محیط زیست با راه اندازی معدن تراورتن در موته به کارگروه حل اختلاف سپرده شده. این کارگروه 5 عضو دارد که به جز یک نفر از آنها که نماینده محیط زیست استان است، بقیه نمایندگان صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی هستند. کارگروه موافقت کرده که معدن تراورتن در موته راه بیفتد. مطبوعات محلی اصفهان نوشتند که از مقامات بالا با آنها دستور رسیده که در این باره حرفی نزنند. تراکتورها و لودرها آماده شروع به کار هستند. ولی امروز بحث توسعه پایدار و نه چندان پایدار در زیستگاه موته به چالشی بدل شده. بین حوزه علمیه و صنعت و معدن از یک سو و شهرداری و شورای شهر و جامعه مدنی از سوی دیگر. سیاوش اردلان، بی بی سی. چند خبر کوتاه. مقام‌های رسمی لیبی اعلام کردند که 63 پناهجو در آب‌های مدیترانه ناپدید شدند. این پناهجویان با یک قایق بادی در راه اروپا بودند که قایقشان غرق شد. 41 نفر که جلیقه نجات پوشیده بودند نجات پیدا کردند. به گفته مقام‌های لیبی از روز جمعه 170 نفر در راه رسیدن به اروپا ناپدید شده‌اند و بیش از 1000 نفر از ابتدای سال میلادی جانشان را از دست دادند.
دولت اتریش گفته اگر آلمان قوانین سختگیرانه‌ای را در مرزهایش اجرا کند، این کشور هم عبور از مرزهایش را سخت‌تر می‌کند. دیروز هورست سیهوفر وزیر کشور آلمان و آنگلا مرکل صدر اعظم پس از چند ساعت مذاکره تصمیم گرفتند که این کشور در مرز با اتریش مراکز ترانزیت پناهجویی ایجاد کند و مانع ورود پناهجویان به خاک آلمان شود. اما اتحادیه اروپا گفته که این توافق ممکن است آزادی رفت و آمد در قاره اروپا را تهدید کند. پلیس مالزی نجیب رزاق نخست وزیر پیشین را در ارتباط با ناپدید شدن میلیاردها دلار از صندوق سرمایه‌گذاری دولت بازداشت کرده. آقای نجیب دو ماه پیش در انتخابات مالزی از مهاتیر محمد شکست خورد و پس از آن با اتهام فساد مالی روبرو شد. چندی پیش پلیس مالزی مقدار زیادی اجناس گران قیمت را از خانه مسکونی و از ساختمان‌های متعلق به او به دست آورد و توقیف کرد. اجناسی که تخمین زده شده بیش از 270 میلیون دلار ارزش دارند. مکزیک سال هاست که با قاچاق مواد مخدر دست به گریبان است. با رئیس جمهوری شدن مانوئل لوپز اوبرادوار که مبارزه با ریشه های قاچاق را در برنامه‌اش دارد، یک بار دیگر مردم به مبارزه با مواد مخدر امیدوار شدند. کلایو مایری خبرنگار بی بی سی به شهر مرزی تیخوانا رفته تا نگاهی دوباره به چرخه تولید مواد مخدر و جرم و جنایات ناشی از آن بپردازد. خورشید برمی آید تا زمین‌های متبرک و نفرین شده را یکسان گرما بخشد. در این گوشه از مکزیک زمین سخاوتمند است. مزارع خشخاش زندگی کشاورزان را تأمین می‌کنند و اثری از زراعت دیگری نیست. در اعماق این کشتزارها اما خون جریان دارد. این زن و شوهر هم مثل خانواده‌های بسیاری در طول تاریخ شیره‌ای از این خشخاش‌ها می‌گیرند که به هروئین تبدیل خواهد شد. ما از روی احتیاج این کارو میکنیم. گناه مردمی که مواد مصرف میکنن پای ما نیست. اونایی که از ما ایراد میگیرن لابا تا حالا محتاج نشدن. کدام دولت میتواند نان فرزند 3 ساله این خانواده را که نخواستند شناخته شوند ببرد به جرم اینکه محصول بدشگونی میکارند؟ رئیس جمهوری جدید مکزیک اگر می‌خواهد به تجارت مواد مخدر پایان دهد، باید با فقر میلیون‌ها روستانشین این کشور روبرو شود. همزمان در تاریکی شب یک قاچاقچی تجارت بدبختی می‌کند. ما شاهد بودیم که او چطور در باک بنزین یک ماشین خانوادگی مواد مخدر جاسازی می‌کند. کوکائین، هروئین و متامفتامین. این آمریکایی 26 ساله هر چه به دستش میرسد، هر چه را سر دستش میخواهد قاچاق میکند. تو این ماشین رو پر از مواد مخدر کردی، به معنای واقعی کلمه رو مواد نشستی. حالا اینا رو کجا میبری؟ من این ماشین رو میبرم فینیکس و لس آنجلس، اما میدونم که بعضی وقتا مواد رو تا کانزاس و ایندیانا هم میبرم. یعنی سراسر آمریکا؟ بله. ولی نمیتونی خودتو به اون را بزنی. میدونی اونور مرز این مواد چه بلایی سر مردم میاره؟ من اسلحه روی شیقه ملت نذاشتم که مواد مصرف کنن. اگه مواد میزنن دیگه مشکل من نیست. تنها مشکل او رد کردن ماموران مرزی است. نگرانی خصوص وگا از کنترل مرز آمریکا اما متفاوت است. خصوص یک مرد خانواده دار است با بیمها و امیدهای هر پدر و هر همسری. من نگرانم خشونت بیشتر بشه و تیراندازی مثلا برسه به این پارک یا جلوی مدرسه بچم یا محل کار زنم. زندگی با این فکرها خیلی دردناکه. خصوص از استعداد خشونت انسان آگاه است. او یک بازرس صحنه جنایت است. بازرسان دارن کارشون رو در صحنه جنایت انجام میدن. جنازه هم اونجا اون طرف خیابون افتاده. در حومه آرام شهر مرزی تیخوانا، مکزیک جوان دیگری را از دست داده. خصوص صحنه را تشریح می کند. مشخصه که زخم گلوله پشتش است. مقتول یه جوونه که قربانی ورود بدون کنترل اسلحه گرم از آمریکا به تیخوانا است. رئیس جمهوری جدید باید راه حلی برای شیوع قتل در کشور بیابد و بر جریان ورود اسلحه از خارج سدی بزند. اینجاست که دوباره سر و کله قاچاقچی‌ها در داستان ما پیدا می‌شود.
این قاچاقچی با محموله جدیدی از آمریکا برگشته، محموله ای از اسلحه. شبیه هفتیره. چند تا از اینا تو این باک هست؟ به من گفتن 3 تا. آوردن اینا راحته؟ آره، راحت تر از بردن مواده، چون از اون ور به اینجا خشونت کمتری هست. اسلحه ها به دقت در فویل های آلومینیومی پیچیده و توی کیسه نایلون گذاشته شدند. ماشین های کشدار در کالیبر های مختلف. قاچاق تنها راه دور زدن قوانین سفت و سخت مالکیت اسلحه در مکزیک است. تو 4 سال این کاره ای، فکر میکنی چند تا اسلحه به مکزیک آوردی؟ خیلی. و دوباره جنازه دیگر. بسیاری از معضلات مکزیک از جامعه‌ای ناشی می‌شود که به فکر همه طبقات نیست. رهبران جدید این کشور باید برای میلیون‌ها نفر که دولت از آنها غافل بوده کار کنند و آنها را به سوی زندگی که ارزش زیستن داشته باشد هدایت کنند. کلایو مایلی، بی بی سی نیوز، این تیوانا، مکزیکو. مارال یازرلو یک دختر ایرانی است که با موتورسیکلت در حال سفر به دور دنیا است. او تا حالا از بیش از 50 کشور گذشته و قصد دارد جاده‌های ایران را هم پشت سر بگذارد. مارال در لندن توقف کوتاهی داشت و با همکارم آصفه برات گفتگو کرد. می‌خواستم دنیا را ببینم و می‌خواستم واقعاً ببینم معنی واقعی زندگی چیه. توی یه دونه کیف کوچیک زندگی کنم، هرچی گیرم یاد بخورم، توی یه متر در 2 متری بخوابم. معنی واقعی این که واقعا آدم برای خوشحال بودن چیز زیادی احتیاج نداره رو تو کتابا خوندیم، ولی اینکه خودمون زندگی کنیم خیلی متفاوته. این سفر از هندوستان شروع شد، از شهری به نام پونا، و از اونجا روندم تمام کشورها تا استرالیا که میشه هندوستان، بوتان، میانمار، تایلند، لاوس، کمبودیا، دوباره برگشتم تایلند، مالزی، اندونزی، استرالیا. این 2 تا قاره بود که میشد آسیا و استرالیا. از اونجا با پرواز موتورمو بردم طرف امریکا و از امریکا روندم تا امریکای جنوبی و شهری به نام اوشوایا که آخر دنیاست. بعد رفتم آنتارکتیکا، قطب جنوب، برای قاره 5. و از اونجا که تموم شد که چشتون روز بعد نبیده چه آنتارکتیکایی بود. حس فوق‌العاده خوبیه رو موتور بودن. یه حس آزادی بهت میده، یه حس اینکه جاها رو میبینی با طبیعت، با همه چی. خیلی حس فوق‌العاده و من فکر میکنم واقعا بی‌انصافیه اگه خانومای ما نتونن موتور سواری کنن. و جالب قضیه اینه که اگر شما یه خانم خارجی باشی میتونی با موتورت وارد شی، تو ایران موتور سواری کنی و خارج شی. و اگر خانمای دیگه میتونن تو ایران موتور سواری میکنن، چرا یه خانم ایرانی نباید موتور سواری کنه؟ یازده سال کار کردم و اوایلش که شروع کردم مثل همه کار عادی بود و بعدش حقوق بسیار خوبی میگرفتم و این حقوق شروع کردم جمع کردم برای سفرم. خانواده‌ام هر جایی که احتیاج داشته باشم هستن که برام بفرستن. موقعی که سفرم تموم شه میتونم سرانگشتی حساب کتابی بکنم. الان یه جورایی دردم میاد اگر حساب کنم چقدر پول خرج کردم. ولی خب میارزی واقعا. هر خانم ایرانی یا هر خانمی تو دنیا به این موضوع فکر میکنه که نمیتونه کاری رو انجام بده، باید یه لحظه چشمشو ببنده بگه اگر میخواد میتونه، واقعا هم میتونه. و اما برنامه امروز هشتگ شما به کمبود برق در ایران و قطعی برق در استانهای مختلف اختصاص داره. آیا شما هم در محل زندگیتون با مشکل کمبود برق روبرو هستید؟ قطع برق چه تأثیری بر کار و زندگی شما گذاشته؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه.